خدا یارون گه درود بر شما برحال با شما مهربانیاران خواهم بود سی دقیقه دیگه سپاس از مهرورزی هاتون و تلفن هاتون و تماس هاتون به حال ما در پاریس هم که هستیدیم میدونید الان امروز اینجا و حالا این رادیو فرانسوی ما اسمش از ایسی متنو یعنی اینجا و حالا این اینجا و حالا از کام خدمتتون که ارتباطات خیلی نزدیک شده چه از طریق اینترنت تلفن میتونیم با هم در پیوند باشیم حالا چه ما پاریس باشیم چه اینجا ولی من مه، مهری که شما واقعا همواره داشتید مهربان یاران رو سپاسگزار هستم و میخوام از شما این خواهش رو بکنم که ما در هر کجای جهان هستیم بیایم امروز آهنگی رو بزنیم آهنگ مهرورزی باشه مهرورزی رو میدونید که از انگامی که ما میترا، از میترا تا محمد رو نوشتیم حدود 28 سال پیش شعارش دادیم اگر افراد این رو از احمدی نجات شنیدن که گفته مهرورزی و اینها میدونید که اینا همیشه جدا از اینکه که بدل سازی میکنند میان واجه رو نیست و رویدادها ها و نشانه هایی رو که احساس میکنن براشون جالب هست و میتونن ازش بهره ببرن ازش استفاده میکنن یادتون نره که مهرورزی رو همچنان که در رابطه با خردگرایی که مهندس شجره صحبت کرده بود پریزا من صحبت کردم توضیح دادم بهتون که اینا بلد نبودن حتی خرد ورزی رو و گرایی رو تلفظش بکنن میگفتن خرگرایی وقتی ما کتاب دینداری و خردگرایی رو نوشتیم امروزه نیز اگر از واژه مهروزی اونها به باطل بهره بردن بدونید که این دستاورد تاریخ پر افتخار ماست که حافظ این رند شیراز بارها و بارها ازش بهره برده و من فکر میکنم با همین مهرورزی رو شعار کردن هست و همه ما رو یاران و مهربان یاران خوندن هست که ما نازنین ها و مهربان یاران میتونیم سقف رو بشکافیم و یک دوران نوی رو از زندگی در این آستانه سال نو که درود میفرستیم به عیسی مسیح که نیز عیسی مسیح از فرزندان اندیشه و تفکر اوستایی آریای ایرانی هست باشیم که بتونیم تحول به وجود بیاریم ما تا مهرورز نشیم نمیتونیم همراه و همبسته بشیم از این که بیایم همه شروع کنیم مارک زدن به هم این مارک زدن ها مهربان یاران میدونید که یکی از شگرد های سازمان های اطلاعاتی از دیرباز بوده تا به امروز تا کسی حرف میزنه کاری میکنه یک کلمه میگه یک قدم برمیداره یک ماشین میخواه یک خونه میگیره یک رادیو یک نشری آقا جمهوری اسلامی آقا موساد پشتشه آقا سازمان سیا پشتشه نه مهربان یاران اینها ما اگر در مهربازی خودمون همراه و هم بسته باشیم و درک کنیم که با این تفکر و اندیشه ای که آریایی و اوستایی که ما تونستیم دنیا رو واقعا تحت تاثیر قرار بدیم همین الان در امریکا ما شاهد هستیم روز به روز چه تحولاتی رو عنصر ایرانی پدید آورده ما میتونیم جدا از این جار ها جلو بریم میدونید که من بارها گفتم دوباره میگم تاکید میکنم خمینی در روزهای بعد از انقلاب که هنوز سازمان اطلاعات امنیت رو نساخته بود داشت از ساختارهای ویران شده یه سواک میخواست بهره ببره به و, غیر و غیره و غیره اینها از کاجبه روسیه از کوبا از لیبی از سوریه نیروهای اطلاعاتی اومدن از فلسطینیا اومدن سازمان اطلاعات اینا بسازن که بعد بعدا هم دیگه رشتای بیشتر, بیشتر پیدا کرد خمینی گفت ما اگر 30 35 میلیون تو ایران آدم داریم اینا باید مامورای اطلاعاتی باشن که همین موجب شد که گفتم بارها تاکید میکنم یک عده ای از بچه های ما قربانی بشن در پدر و مادرهاشون بر همین اساس امروز مارک جمهوری زدن رو فقط به تنها کسی که نزد اینه که خمینی نگفتن مامور جمهوری اسلامیه که بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده که به حالت جوک درآمده از این شعارها هم با ما بیرون بیایم در رابطه با ایران آزاد ما یه شعار باید داشته باشیم جدایی دین از سیاست یعنی دین بایستی همچنان که همه حتی علمای همه ادیان خودشون هم معتقدن که برای حفظ و بقای اون دینشون بهتره که دین سیاسی نشه حالا دوستان و یاران و مهربانیاران یاران ما که در تلویزیون پارس و در دیگر جایگاه ها من چون اسم دکتر کورش آریامنش که روان شادباش را آوردن و تمامی رهروان او امروزه که میبینیم هر روز کتاب و طرح و برنامه نوین این در میارن اینها دین ستیز نیستن یعنی ماها هرگز دین ستیز نبوده و نیستیم اصلا آین داشتن و باور به یزدان و خداوند به انسان نیرو میده که بره تو دل شیر و دشمن ما با سیاسی کردن ادیان مخالفیم اگر هم دوستان ما میان قرآن رو میخونن تاریخ اسلام رو روایت میکنن مواردی رو میگن اونها هنگامه هایی است که این تفکر و اندیشه سیاسی شده من در کتاب از میترا تا محمد حدود 28 سال پیش نوشتم که در ایران در نشریه ما ارشاد که توقیف شد سال 59 تیترش بود فردگرایی در اونجا مطرح کردم که دین به ویژه اسلام را اگر ازش ما سخن میگیم سه مرحله داره ما این سه مرحله را اگر نفهمیم نمیتونیم تاریخ رو بفهمیم و نمیتونیم مسال و مواردی که امروزه مطرح است بفهمیم این سه دورانش یکی مربوط می‌شد به دوران نخستین پیانبر اسلام پیامبر اسلام وقتی در مکه بوده ایشون یک انسانی بوده مثل همه ای انسان ها دلش میخواسته شاعر بشه دلش میخواسته یهودی بشه این که میگن ای کاش من هم یهودی بودم که شعاری شده حضرت پیامبر اسلام هم ایشون خیلی دلش میخواسته که یهودی بشه دلش میخواسته مسیحی بشه ولی شوربختانه نمیتونه بشه هیچ کدوم از اینا یعنی به عنوان رهبر مسیحی میخواد برگزید بشه بخاطر همینم هم از که اون در میگن در رهبر مسیحیان در بسرا میگه که ایشون آدم بزرگی میشه اینا چرا؟ چون از بچگی گرایش خودش نشون میداده به عیسی مسیح ولی بعدا که میاد وارد مدینه میشه با نفل هم با یکی نشسته داشته خب رد میکنه بعد بعدا یهودیا میبینن این دست خدا پرستی و اینا میگه و به طرف اورشلیم نماز میگذاره میگن که خب این شاید خودمون باشه میبرن ایشونو یسرب م... که یسرب رو نامش ایشون میذاره مدینه بعد اونجا باز درگیری ها به وجود میاد باز ایشون ایشونو نمیپذیرن و در مرحله اینه که قرآن هم میگه ایشون میخواد شاعر بشه میگه رستن به شاعران میگه تو شاعر نیستی خدیجه هم خانمش میشه. میگه شاعری خوب نیست رهبر مسیحیان ایشون نمیتونن بشن رهبر یهودیان نمیتونن بشن با اینکه میان ایشون شهردار مصر مدینه میشن بعد در فاز دوم هست که ایشون آینی رو میخواد پایه بگذاره به عنوان دین نو وگرنه حتی شعار لا اله الا الله من بارها گفتم لا اله یعنی هیچ بوتی نیست اله یعنی بوت الا الله الله چیه؟ الله همون اله یک حرف تعریف الفلان بهش اضافه شده یعنی الا بوت من بوت ایشون بوت خاندان خان... خاند قریش بوده که قصه ابن کلاب آورده بوده از سوریه بوت بزرگ بوده در داخل کعبه اسمش الله بوده و میگه لا اله الا الله و بعد که شارشون میدن میگن الله و اکبر نمیگن الله و کبیرون میگه الله اکبر یعنی این الله اکبر نسبت به این الله های اسقر یعنی الله من بزرگتره نفی این نیست به خاطر این که در قرآن آیاتی میاد میگه که آقا شما اشتباه کردید شما نباید چنین حرفی رو میزدید در 20 مورد در قرآن حتی توسط چون من به عنوان یک انسان سکولار و لایک معتقدم که قرآن توسط انسان نوشته شده و انسان ها من معتقد نیستم که خداوند بیاد به زمان تازی بخواد با کسی صحبت بکنه و غیره من این اعتقاد منه شما هم اعتقاد دارین اعتقادتون برای من محترمه من معتقدم که توسط مشاوران خودش برای اسلام که صحیب بوده از روم بلال حبشی بوده از اتیوپی امروزه و حبشه و سلمان پارسی روزبهان بوده و یک شخصیت یهودی نیز با ایشون بوده و شخصیت های دیگه مثلا تا بلال حبش میدونی فرمانده نظامی بوده یک سیاه میگن بوده که سیاه که نبودم پوست صورتش سیاه بوده ایشون که از فرماندهان بزرگ سپاه حبشه بوده که اسیر میشه بعد میشه سخنگوی دولت آقای محمد ازان از زن گفتن این سخنگوی دولت قلدر و قوی و هم بوده بر همین اساس مهربان در مرحله دوم ایشون وقتی که دولت تشکیل میده در یسرب و اسمش دولت هم میذاره میگه مدینه یعنی جایگاه تمدن مدینه یعنی یک جایی که شهر یعنی همین شهریگری شهریگری رو در یسرب پای میذاره میشه یه رهبر سیاسی بعد اونجاست که ایشون دستوراتی میده برای کشتن دستوراتی میده برای سنگسار کردن یا نکردن بعضی میگن اصلا چی سنگسار نکرد نمیخوایم بحث بکنیم ولی چون در قرآن هست بعد مسلحت های پیش میاد حرفایی زده میشه این مرحله دوم که تشکیلات سازی پیامبر اسلام هست نیز هم در تاریخش هست هم در قرآنش با اون مرحله مکه که مثل این که الان انتخابات ریاست جمهوری است در امریکا شما این امام حسین میدونید که امام حسین نامزد ریاست جمهوری است آقای برکت